سلام علیکم، خوب هستین خانم براتی؟ خسته نباشید. ببخشید دیگه تو شرایط کرونایی ما مزاحمتون شدیم. دستشون درد نکنه. قابل شما رو نداره. نرس بیمارستان نفت بودم توی بخش ECG. از صبح مثلا تلویزیون نگاه میکنم، بعد خبرها رو نگاه میکنم، جدول حل میکنم. باشه، خیلی خوب، من منتظرم که بیایی. خدا رو شکر دخترم خیلی، مخصوصا این دخترم که تهرانه، خیلی به من کمک میکنه. تمام بیماری منو این برده، منو آورده. بهترین دوران زندگی من وقتی بود که دیگه پسرم به دنیا اومد و من خودم رو بازنشست کردم، نشستم تو خونه. نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دیگر بار جوان خواهد شد. این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب همی که با طرب می گذرد. ما از خانواده خودمون، از جامعه خودمون، از جوانان جامعهمون انتظار می‌داریم که بازنشستگان رو و پیشکسوتان رو بهشون احترام بذارن و با تمام وجود درکشون بکنن. احترام گذاشتن فقط همین ادب نیست که بلند شن و سلام کنن، بگن تاج سر ما هستید، بزرگ هستید، چی هستید، بلکه باید با کارهایی که انجام میدن واقعا این رو نشون بدن. پسر من چند روز پیش خداوند بهش یک فرزندی داده بود. این فرزند دانای ما اومد به من گفتش که پدر جون، من میخوام نامگذاری کنم برای این فرزندم، این اسم، این اسم، این اسم هست، آیا شما میپسندی؟ و من با توجه تجربیاتی که دارم، خب حتما میپسندم اسمی که اونا پسندیدن. ولی همین که اینها اومدن پیش من و ادب کردن و احترام کردن و با من مشورت کردن، بسیار خوشحال شدم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خودم 70 سالمه، مادر شوهرم 92 سالشه. با خودم به چشم مادری نیا میکنم، به چشم مادر شوهر نیا نمیکنم باش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بزرگ این خانواده، چراغ این خانواده، سرور این خانواده. مالکی یوم الدین، یا کنعبد و یا کنستعین. همچی نکنید دلش ازت یه خورده رنجیده بشه، دل شکسته بشه. دل دست بیاردن هنره، دل شکستن که هنری نیست. عروس بزرگی خیلی راضیه، از پسر بزرگیم خیلی راضیه. مادر جان بیا بشینیم پایین با هم میوه بخوریم. بیا اینجا بشین رو تخته. بشین رو تخته. یواش یواش. خوبه ننه، این پتو باید بیا بری بیرون. ننه بزن این پتو بیا بیرون. ننه بزن بیا بیرون. بسم الله الرحمن الرحیم کن. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند خودش صبوری میده، خداوند خودش زندگی تو رو برا میکنه. عمر ما چما به دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، گذشت دنیا چرایا گذشت و رفت. در روستای ترازناهید هستیم، در 20 کیلومتری سابه، روستایی که مسیر بین سابه و قم هست. سلام علیکم. سلام آج آقا. خوبه شما؟ بفرمایید. خسته نباشید. خوش آمدید. 6 خانوار بودین. در این تو حیات زندگی کردین. زندگی کردین، همه از اینجا تشریف فرما شدین به عالم بقا. 7 بچه دارم. از میشه 3 دختره، 4 پسر. همه ازدواج کردن. حالا همشون خانه‌دار شدین، رفتن دنبال خودشون. نه بهمون، به ساتمون. همه رفتن دو مال خودشون. ما دیگه خودمون موندیم یک زن مرد دوتایی توی یک خانه زندگی میکنیم. ما خودمون هم بازنشستیم،
عرض می‌شود که خدا انشاءالله بنیان گذاشت رحمت کنه که این بیمه رو پایش گذاشت. الان دلم میخواد 15 ساله باشم اما او دیگه نمیایه گذاشت دیگه. بچه که من الان امروز بزرگ کردم با بیچارگی الان به من نگاه نکنه، خدا به اون نگاه میکنه؟ ای دل اویان گذاشت گچی بمرم جوان حالایو بل باغلما جهان بفایم جهان حالایو. امیدوارم به خداوند سلام علیکم. تنها زندگی مانم بیشترش تنهایم. بابادم از بچه خیلی توقع دارم، توقع دارم هر روز بیان پیش من بیشنه بیان بیان. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایی که برکتش زیاد کن، والله فرمجه برکتش زیاد کن. خدا سلامتی ها داشت، دستم بگی بینه نمید. خدا سلامتی ها داشت، خدا جانشون سلام کن، مالشون خودشون جانشون سلام کن. اسماعیل چند بار میاد آب داری نون داری بباره نموردن از آب بیو آبی و بینونی نمیده. اسماعیل بچه خوبی بود، همه شون خوبه، چهار تا دختر شش تا پسر دیگه همه شون خوبه. هم 13 ساله رسی اومدم توی خونه، به خدای دروغ بگم باب نداشتیم، گلیم هم نداشتیم، یه دو تا گلیم اینجوری که مادرم داردی که عمو داشت خونه پر نمیشد. ما چی بگم، خونه سفید نبود که، کارگل بود، زمین کارگل، پایین کارگل، تو خاک زندگی میکردیم، چی کار داریم، خاک زندگی میکردیم. حالا یه موقع خودم میگم شکرانم سر نماز شکرانم خدای شکر، ده تا بچه اینجا هم بچه یه پتو یه قلی مرده باشه بازم برکت الهی مانده. خدا شکرش آخر عاقبتمون خوبه، حالا تا اون دنیاش خدا میدونه.